سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرزی همراه باشید با خبرهای امروز آفه بین خواستار آزادی فوری قنچه قوامی دختر ایرانی بریتانیایی شد که در زندان اوین تهران زندانی است خانم قوامی 25 ساله سیام خرداد ماه سال جاری برای تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا به مقابل ورزشگاه آزادی تهران رفته بود اما به همراه شمار دیگر از زنان بازداشت و سپس آزاد شد او مجددا نهم تیر ماه بازداشت و در حال حاضر در سلول انفرادی زندان اوین محبوس است در رویداد دیگر مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران بیش از دو هزار نفر از دراویش در کمپین کوچ دراویش از ایران به اوین ثبت نام کردند چندی پیش محمود علوی وزیر اطلاعات درویشی را بیدینی و اباهگری خوانده بود این درویش با ارسال نامی به وزیر اطلاعات گفتند سراحتا به درویش بودنشان اقرار دارند و از وی خواستند آنها را به نشانه حراست از اسلام بازداشت و زندانی کند علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی سراحتا بر نقش علی خامنه ای در حمایت از سوریه تاکید کرد و گفت بسیاری اعتقاد داشتند ما وارد مسئله سوریه نشویم اما رهبری مصرانه ایستادند آقای ناطق نوری هشدار داده سوریه خط مقدم ماست و آنها در خط مقدم ما میجنگند تا دشمن به ایران نرسد به همچنین از مدیریت انتخابات عراق توسط علی خامنه ای سخن گفت و تصریح کرد اگر رهبری علی خامنه ای در عراق نبود احتمال درگیری وجود داشت ناطق نوری که فرزندانش در سال 88 از محمود احمدی نژاد متهم به راندخاری شده بودند با تمجید از دولت حسن روحانی گفته است اکنون وقتی دولت حرف میزند آدم دلش به تاپ و توپ نمیافتد و میداند یک رئیس جمهور عاقل و متدین سخن میگوید ده کشور عربی از جمله عربستان سعودی برای همکاری با آمریکا علیه گروه داعش اعلام آمادگی کردند رسانی روحانی نیز خواستار متحد شدن جهان برای مبارزه با تروریسم شد و گفت همه باید باور کنند که وجود یک گروه تروریستی به نفع هیچ کس نیست. متحدان عرب ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که در خصوص ایفای نقش در زمینه مبارزه با گروه تروریستی داعش به توافق رسیدند و متحد شدند که اقدامات لازم را برای جلوگیری از پیوستن جنگجویان و تأمین مالی این گروه انجام داده و در اقدام احتمالی نظامی علیه آن مشارکت داشته باشند. این توافق در نشست جده حاصل شد که در آن کشورهای عربستان سعودی شش کشور حاشیه خلیج فارس، مصر، عراق و لبنان حضور داشتند. جان وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این توافق با همتایان عرب خود دیدار و گفتگو کرده بود تا آنها را برای حمایت از استراتژی آمریکا به منظور سرکوب این گروه که بخش‌های زیادی از سوریه و عراق را اشغال کرده اند ترغیب کند این کشورها میگویند که نقش خود را در مبارزه با تروریسم ایفا خواهند کرد و وعده دادند که اقداماتی شامل جلوگیری از پیوستن جنگجویان و تأمین مالی آنها انجام داده و آنگونه که لازم است در بسیاری از مراحل کارزار نظامی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی مشارکت کنند. آنها همچنین متحد شدند که از دولت جدید عراق حمایت کنند که در صدد ایجاد جبهه واحدی در داخل کشور علیه گروه داعش است. کشورهای یاد شده از سوی دیگر درباره های نابودی گروه داعش در هر کجا که باشد از جمله عراق و سوریه بحث و تبادل نظر کردند ترکیه به عنوان عضو ناتو در این نشست شرکت داشت اما از امضای توافق نهایی خودداری کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 19 شهریور ماه از استراتژی بلندمدت ایالات متحده علیه گروه داعش سخن به میان آورد که از جمله شامل حملات هوایی به مواضع آنها در عراق و همچنین سوریه برای نخستین بار است به اسوی دیگر بر تقویت ارتش عراق و شورشیان میان سوریه برای بازپسگیری مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی تاکید کرد در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در تاجیکستان خواستار متحد شدن جهان برای مبارزه با تروریسم شد و گفت همه باید باور کنند که وجود یک گروه تروریستی به نفع هیچ کس نیست آقای روحانی گفت که مبارزه با تروریسم کار ساده و کوتاه مدتی نیست و نیازمند اراده جمعی است جمهوری اسلامی افزود ایران آنچه را در توان دارد برای ثبات منطقه انجام خواهد داد سخنان آقای روحانی در مورد اتحاد جهانی برای مبارزه با تروریسم در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی با انتقاد از اعتلاف بین المللی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو علیه گروه داعش گفته بود که در جدیت ناتو برای مبارزه ریشهای و صادقانه با تروریسم تردید اساسی وجود دارد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد حملات هوایی آمریکا در سوریه نظام اسد را هدف نمیگیرد اما آمریکا قصد دارد مخالفان اسد را مسلح کند ماری هارف همچنین از گفتگوی اوباما با پادشاه عربستان خبر داده است در همین حال ولید معلم وزیر خارجه سوریه به شدت به آمریکا اعتراض کرد و این اقدام را نقض قوانین بین المللی دانست روسیه هم حمله آمریکا به داعش در سوریه را نقض قوانین بین المللی خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته احتمال دارد در جریان حملات هوایی آمریکا به سوریه نیروهای سوری نیز هدف قرار گیرند که عواقب ناگواری برای این کشور و منطقه خواهد داشت و موجب تشدید مناقشه می شود. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که تحریم‌های تشدید شده اقتصادی علیه روسیه از امروز جمعه اجرایی شوند. به گزارش رویترز این تصمیم در راستای فشار بیشتر بر مسکو در رابطه با رویدادهای شرق اوکراین گرفته شده است. هدف این تحریم ها محدود ساختن دسترسی شرکت های بزرگ نفتی روسیه به بازارهای سرمایه است. نام دهها شخصیت روس و اوکراینی طرفدار روسیه نیز در این تحریم ها قرار دارد که دارایی های آنها مسدود شده و اجازه سفر آنها به اروپا داده نخواهد شد در واکنش روسیه نیز بلافاصله به این تصمیم اتحادیه ای اروپا واکنش نشان داد و اعلام کرد این کشور نیز تحریم های تازه‌ای را علیه اروپا در نظر خواهد گرفت در پی اعمال تحریب های کشورهای اروپایی علیه روسیه ارزش روبل در مقابل دلار به شدت کاهش یافت و این کشور در آستانه رکود اقتصادی قرار گرفته است رایزنی های پنج ساعته نمایندگان جمهوری اسلامی با نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه در وین پشت درهای بسته به پایان رسید. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد دولت جمهوری اسلامی گفت راه دشواری در پیش است اما هیئت ایرانی خوشبینی خود را حفظ می کند. اختلافات جمهوری اسلامی با گروه پنج به یک بر سر تعداد سانتریفیوش ها و ابعاد غنیسازی در برنامه هسته ای ایران است. رایزنی های ای جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان که روز پنج شنبه بیست شهریور در وین آغاز شده بود پایان یافت و نماینده جمهوری اسلامی نیز علا رغم آنکه مذاکرات را مفید و سازنده توصیف کرده بود گفت اختلافات همچنان باقی است به گزارش خبرگزاری ایرنا عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت مذاکرات امروز ما با آقایان سایمون گس نیکولاس دروبر و هانس دیتر لوکاس نمایندگان انگلیس، فرانسه و آلمان به درک بیشتر از مواضع طرفین کمک کرد. به گفته او، هدف از مذاکرات امروز رایزنی برای مذاکرات هفته آینده در نیویورک بوده، اما با این حال اختلافات در موضوعات اساسی همچنان باقی است. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی از نشست خبری آقای عراقچی در پایان مذاکرات نوشته است که وی تاکید کرده است علا وجود اختلافات نمایندگان جمهوری اسلامی همیشه خوشبین هستند. معاون وزیر امور خارجه ای ایران اظهار داشت نشست امروز صرفا برای مشورت و تبادل آرا درباره چگونگی نزدیک کردن طرفین به یکدیگر بود. امیدواریم که هفته آینده در نیویورک پیشرفت بیشتری داشته باشیم. در عین حال آقای عراقچی گفته است که مسیر دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای دشوار است. در همین حال مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه پنج به علاوه یک در این باره گفت در حالی که ما آگاهیم به اینکه فاصله زیادی بین نقط نظرات وجود دارد و کار زیادی باید انجام شود از سوی شش کشور مصمم به دستیابی به توافق هستیم و مدت زیادی است که برای آن تلاش می کنیم. به گفته او اظهار نظرهایی هم که از سوی ایرانی ها می بینیم نشان می دهد که آنها نیز مصمم به دستیابی به توافق هستند. آقای مان در نهایت تاکید کرد که باید برای دستیابی به توافق جامعه هسته ای امیدوار بود. طرف این تلاش می کنند با انجام مذاکرات یا رایزنی های دو یا چند جانبه پیش از آغاز مذاکرات نیویورک دیدگاه ها را به هم نزدیک سازند. یکی از مهمترین موارد اختلاف بین ایران و قدرت های جهانی بر سر میزان قنیسازی اورانیوم است. همچنین تأسیسات فردو و عراک هم از دیگر موارد اختلاف بین جمهوری اسلامی و قدرت های جهانی است. افزون بر این برنامه موشکی ایران هم در این مذاکرات به بحث گذاشته می شود. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که در دور نخست مذاکره جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی در وین برنامه موشکی ایران مورد بحث قرار نگرفت. این مذاکرات در سطح معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی برگزار می شد که نمایندگان جمهوری اسلامی در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت روانچی بودند توافقات پیشین طرف این را موظف می کند که تا آذر ماه امسال به توافق جامعه هستهی دست یابند و به این وسیله مناقشه هسته ایران به پایان برسد آمریکا غرب میگوید نسبت به آن مصمم است همچنین این مذاکرات یک هفته پس از دیدار دو جانبه نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو و گفتگوهای کارشناسی 20 ساعته صورت گرفت. هفتمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک روز 27 شهریور در نیویورک برگزار خواهد شد. قرار است در آن مذاکرات وزیران امور خارجه کشورهای مذاکره کننده در گفتگوها شرکت کنند. آذر ماه سال گذشته جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک به توافقی مقدماتی دست یافتند و نگارش متن پیشنویس توافق نامه جامع را آغاز کردند بر اساس توافق اولیه دو طرف تا سوم آذر برای دستیابی به یک توافق نهایی مهلت دارند یک منبع آلمانی اعلام کرد عربستان به دلیل احساس نگرانی از داعش قرارداد خرید پنجاه فروند هواپیما را با آلمان امضا کرده به گزارش اشپیگل عربستان به منظور نظارت و کنترل مرزهای خود نسبت به خرید این نوع هواپیماها اقدام کرده است بر اثر انفجاری در منطقه الامیر در شهر نجف عراق پنج نفر کشته و پانزده تن دیگر زخمی شدند انفجاری دیگر در جنوب عراق هفتن کشته و پانزده نفر زخمی بر جای گذاشت همچنین انفجاری یک خودروی بمبگذاری شده در کربلا هفت زخمی بر جای گذاشت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز جمعه برای دیدار و رایزنی با مقام های عراقی در خصوص تهدیدات تروریستی وارد بغداد شد قرار است در این سفر راه های کمک به دولت عراق برای مقابله با تروریسم بررسی شود محمد رضا شاید خبرنگار ما از پاریس و جزئیات بیشتر صبح امروز آقای فرانسو اولاند رئیس جمهور فرانسه به همراه دو وزیر دفاع و خارجه فرانسه به بغداد رفتند و آقای فواد ماسوم رئیس جمهور عراق شخصا در فرودگاه از آنها استقبال کردند دلیل سفر برگزاری کنفرانسی است که روز دوشنبه در پاریس برگزار خواهد شد که در متن گزارش گفته های آقای اولان را در عراق خواهید شنید بعد از سفر آقای جان کری به منطقه و گرد همای ده دولت و امیرنشین خلیج فارس و منطقه به نظر می رسد که در آینده نزدیک در عراق و سوریه مبارزه با تروریسم به شکل جدیتری دنبال خواهد شد آقای اولان در سخنرانی خود در برابر رئیس جمهور عراق گفت من میخواستم حتما امروز در عراق باشم تا هم جانبداری من را از دولت جدید ابراز بدارم دولتی که به شکل دموکراتیک شکل گرفت و توانست از تمام آهاد مردم عراق رو گرده هم بیاورد و هم بگویم فرانسه با شماست تا امنیت و کمک رسانی نظامی و انسانی را انجام بدهد ما در برابرمان دشمنی مشترک داریم یک گروه تروریستی که مرز ندارد اما منافعش در داخل مرز هاست آنها جنگ را نه تنها علیه عراق بلکه که علیه مردمانی که با آنها هم فکر نیستن به وجود آوردند فرانسه با یاری رساندن به عراق به دیگران نیز امکان میدهد تا امنیت و سرنوشت خودشان را به دست بگیرند به حال باید گفت یکی از نزدیکان آقای اولاند که او رو در این سفر همراهی میکنه میگوید که عملیات بسیار وسیع و حتی می تواند طولانی باشد بعد از گفته های آقای اوباما در چهارشنبه شب هماهنگی فرانسه با امریکا در همین روند پیش خواهد رفت او میگوید که منابع تأمین کننده مالی این گروه های تروریستی باید از بین برود و از بین خواهد رفت باید گفت که با اطلاعات دقیق سازمان اطلاعاتی امریکا (CIA). تخمین زده شده است که تعداد تروریست های فعال در عراق و سوریه بین 22 تا 32 هزار نفر هستند و کنفرانس روز دوشنبه در پاریس تمام چالش ها، تمام امکانات و راه ها رو بررسی خواهد کرد دیدبان حقوق بشر در گزارشی میگوید اسرائیل احتمالا در جنگ غزه مرتکب جنایت جنگی شده است این سازمان در بیانی گفته در سه مورد از تحقیقاتش اقدامات اسرائیل قربانیان پرشمار غیر نظامی بر جای گذاشته که در تناقض با اصول قوانین جنگی است. این گزارش پس از آن منتشر می شود که ارتش اسرائیل دستور داده تحقیقاتی در مورد عملکرد نیروهایش انجام شود. بحران پنجاه روزه غزه و موشک پرانی شپ نظامیان فلسطینی و حملات اسرائیل به نوار غزه با بر جای گذاشتن بیش از 2100 قربانی فلسطینی و 73 اسرائیل به پای هیئت پارلمانی دیدار کننده با عبدالله اوجلان زندانی سیاسی کرد میگوید آقای اوجلان نوید داده که در روزهای آینده هم از سوی دولت ترکیه و هم از سوی کردها تحولات مهمی در ارتباط با مذاکرات صلح روی خواهد داد. مجلس بختیاری خبرنگار ما از ترکیه گزارش می‌دهد. عبدالله اوجالان رهبر زندانی کرد در تازه ترین پیام خودش پیرامون روند مذاکرات صلح میان پکاکا و دولت ترکیه نوید داده که در روزهای آینده تحولات مهمی پیش رو خواهد بود پروین بلدان نماینده کرد تبار پارلمان ترکیه و از اعضای ملاقات کننده با عبدالله اوجالان پس از دیدار روز گذشته خودش با آقای اوجالان گفته که اوجالان از دولت جدید ترکیه خواسته با جدیت بیشتری مذاکرات صلح رو به پیش ببره و در این زمینه گامهای مالی و مشهودی برداره اوجالان در پیام جدید خودش بعد از انتخاب آقای داود اغلو به سمت نخست وزیر جدید ترکیه گفتن شنبه گذشته دیداری رو با اعضای دولت در این رابطه داشته و این دیدارها تا حصول نتیجه نهایی ادامه پیدا خواهد کرد او گفته که در روزهای آینده چه از سوی پیکاکا و چه دولت ترکیه اقدامات مهمی در مورد مذاکرات صلح صورت خواهد گرفت همینطور آقای اوجالان در این دیدار به هیئت ملاقات کننده گفته مذاکرات صلح به مرحله جدی و عملی رسیده و این موضوع نه تنها برای سرزمین ما بلکه کل منطقه سرنوشت ساز هستش او خطاب به آقای داوودوغلو و دولت جدیدش گفته که انتظار میره دولت جدید از طرح های صرفا گفتاری خودداری بکنه و برای سرعت بخشیدن به این مذاکرات اقدام مؤثری را انجام بده همینطور در این دیدار یک بار اوجالان از دولت ترکیه درخواست کرده که کمیته ناظر در این باره تشکیل بشه و یک گروه مشاوران نیز در روند مذاکرات صلح در نظر گرفته بشه چرا که وجود گروه ناظرین و مشاوران باعث خواهد شد مذاکرات صلح با سرعت بیشتری به پیش بره او همینطور پیشنهاد کرده که از این پس همه مذاکرات گفتگوها و اقداماتی که از سوی دو طرف صورت میگیره به صورت سند رسمی ثبت و نگهداری بشه اما از سوی دیگه در این هفته در اقدام و واکنش مشابه های دغلو پس از کسب رأی اعتماد کابینش از پارلمان تاکید کرد که یکی از اولویت های مهم دولتش به سمر رساندن مذاکرات صلح خواهد بود. های دغلو ابراز امیدواری کرد که سال 2015 سال فینال در زمینه تروریسم و مذاکرات صلح باشه و دولت او مصمم خواهد بود که این مذاکرات رو در این سال به نتیجه مشخصی برسونه. اما جدای از این اظهار نظر آقای داوود اوغلو آقای اوجالان در پیام اخیرشون انتقادی هم داشتن از دولت ترکیه و گفتن که دولت باید به وضعیت زندانیان سیاسی بیمار توجه بیشتری داشته باشه و زندانیان سیاسی که بیمار هستن رو آزاد بکنه آقای اوجالان گفتن اگر این اقدامات دلگرم کننده دولت برای آزادی, آزادی زندانیان بیمار انجام نشه قانع کردن مردم برای ادامه مذاکرات دشوار هستش مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و پکاکا که دور جدید اون از سال 2012 آغاز شده اکنون به نظر میرسه در مرحله حساس و سرنوشت ساز قرار داره هرچند در طی حدود دو سالی که از این مذاکرات میگذره چالش ها و موانع زیادی گاه روند مذاکرات رو کند میکرد اما اکنون به نظر میرسه رهبران دو طرف بیش از گذشته اراده در به ثمر رساندن مذاکرات از خودشون نشون میدن دست کمی امیدواری رو میشه هم در پیام های اخیر آقای اوجالان و هم در واکنش های دولت جدید به رهبری آقای داود اوغلو به وضوح دید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید ایران به دنبال شکلگیری تمدن بزرگ اسلامی است و به آن افتخار میکند آقای محسن رضایی گفته دین و مردم هر دو باید وارد سیاست شوند و در ایران این امر عملی شد و از این رو برای دنیای غرب قابل حزم نبود آقای رضایی همچنین گفته غرب سالها و قرنها جنگیده بود تا دین را از سیاست کنار بزند ولی موفق نشد جعفر شجونی عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی میگوید ما بعضی از وزرای دولت را می ستاییم اما برخی وزرا باید اخراج شوند به تهدید کرده بعد از وزیر علوم باید وزیر ارشاد و به دنبال آن مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری و علی یونسی عوض شوند البته بقیه وزرا هم صد درصد اصولگرا نیستند ولی قابل تحمل هستند این عضو به معتلفه گفته اینها مزاحم نظام هستند و به درد نمیخورند و آقای روحانی اگر دلسوز است باید اینها را عوض کند اما تازه ترین سخنان حسن روحانی در نقد برخورد پلیسی با شهروندان به خاطر پوشش واکنش های فراوانی در میان محافظ به دنبال داشت. صادق لاریجانی سیاست های فرهنگی دولت را متناقض و ناقص خواند و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز گفت بدون ون پاسبان فیلتر و دیوار نمی شود مشکلات فرهنگی را حل کرد. صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به انتقادهای حسن روحانی از نحوه برخورد با موزلات فرهنگی و بدهجابی گفته نباید فریب برخی الفاظ زیبا و فریبنده را خورد. آقای لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت باید توجه کنیم آنچه در باب فرهنگ میگوییم و همچنین آنچه در مقام عمل اجرا می کنیم مطابق با ارزش های اصیل انقلاب و ارزشهای های دینی باشد. محافظ کاران تندرو رو می گویند حسن روحانی و مقام های دولت یازدهم در عمل رفتاری متفاوت از گفته ها و اظهارات خود به خصوص در حوزه فرهنگ دارند. صادق لاریجانی هم با اشاره به همین مسئله از برخی سیاست های متناقض و ناقض فرهنگی انتقاد کرده و گفته اظهار نظر درباره استفاده از کار علمی برای رفع بدهجابی سخن سوابی نیست. لاریجانی افزود این را همه می دانند که نمی توان با زور و اکراه اعتقادات را درست کرد. اما نباید به اشتباه گمان کنیم که بحث علمی کل مشکل را حل می کند. در همین راستا احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته قبول داریم که با ون، پاسبان، فیلتر و دیوار نمی شود مشکلات فرهنگی را برطرف کرد اما بدون این ابزار هم نمی توان مشکلات فرهنگی را حل و فصل کرد روحانی حدود یک هفته پیش در واکنش به سخنان ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم که تکنولوژی غربی مانند اینترنت پرسرعت را به آب گلالود و مسموم تشبیه کرده بود گفت که نمیتوان دروازه های جهان را به روی نسل جوان بست. مکارم شیرازی همچنین از دولت خواسته بود که به مسئولیت‌های خود در حوزه مسائل فرهنگی عمل کند. رئیس دولت یازدهم هم در واکنش گفته بود اول باید معروف را در جامعه معروف کنیم و بعد امر کنیم در عصر و دنیای ما راهی جز اقناع نداریم باید نسل جوان را اقناع کنیم اما متاسفانه دو چیز یاد گرفته ایم، دیوار و فیلتر اینکه کاری را درست نمی کند شما فیلتر درست می کنید و آن جوان هم فیلتر شکن از مدتی پیش گروه افراطی انصار حزب الله مشغول سازماندهی گشت موتوری و گروه های لباس شخصی برای انجام آنچه امر به معروف و نهی از منکر میخوانند در پارک ها مراکز خرید و گذرگاه های پر رفت و آمد است در این خصوص عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله دو روز پیش از آغاز منکوب مفسدان خبر داد و گفت عملیات این گروه باید به گونه ای باشد که مفسدان را که به دلیل فضای تسامح حکومتی تجری یافتند منکوب و حامیان آنان را از صحنه عمل حذف کند. در تازه ترین واکنش نسبت به این سخنان محتشم حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفتگو با سایت خبری پیام نو تاکید کرد که هر تجمع و اقدامی باید با مجوز این وزارتخانه انجام شود و در غیر این صورت نیروی انتظامی مطابق وظیفه خود با آن برخورد می کند. سخنگوی وزارت کشور همچنین به شدت به گروه انصار هشدار داد که چنانچه بدون مجوز به خیابان بیایند با آنها برخورد خواهد شد. گفتنی سوشدار جدید وزارت کشور به گروه انصار در حالی است که اولا این گروه تند رو با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که اجرای فریزه امر به معروف و نهی از منکر منوط به توافق و یا عدم توافق هیچ ارگانی نیست و در ثانی رئیس انصار حزب الله هم اعلام کرده که گشتهای موتوری انصار حزب الله از اول تیر ماه در پارک ها، مراکز خرید و معابر شهر تهران و برخی شهرهای ایران مستقر شدند. رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه میگوید در حال حاضر در کشور 800 امام جمعه نماز جمعه اقامت می کنند با این حال 70 نقطه کشور بدون امام جمعه است به تصریح کرده بیشتر امامان جمعه از حوزه‌های علمی قوم و مشهد به دیگر شهرها اعزام می شوند وی از مجلس و دولت خواست بودجه بیشتری به این نهاد اختصاص دهد فرمانده نیروی انتظامی میگوید مردم باید احساس کنند که اقتدار ناجا برای تبهکاران و محبت آن متوجه جامعه است پلیس در جمهوری اسلامی وچه محبوبی ندارد با این حال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 88 و سرکوب گسترده مردم توسط نهادهای نظامی و امنیتی از جمله پلیس چهره این نهاد نظامی به شدت مخدوش شد روزنامه شرق در گزارشی از افزایش 365 درصدی هزینه خانوارها طی ده سال گذشته خبر داد این روزنامه نوشت بررسی درآمد خانوارها نشان می دهد در این مدت دستمزد تعیین شده 250 درصد افزایش یافته که رقمی بسیار پایین تر از تورم است. بر اساس این گزارش متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی خانوارها طی ده سال گذشته 30 درصد کم شده است. به نوشته این روزنامه این واقعیت جامعه است که مسئولان در سالهای قبل بر بهتر شدن شرایط رفاه خانوار با توضیع یارانه نقدی تاکید داشتند پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و وخیم شدن شرایط اقتصادی در پی افزایش تحریم ها کارشناسان بارها از فقیرتر شدن مردم صحبت می کردند اما دولت احمدی نژاد معتقد بود اجرای این قانون و حتی تحریمها ها نتوانسته صدمه قابل توجهی به رفاه خانوارها بزند و دولت با اعطای یارانه نقدی حتی توزیع ثروت در جامعه را عادلانه تر کرده است اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران مبلغ جرائم راهنمایی و رانندگی را در سال رقمی حدود ده هزار میلیارد ریال اعلام کرد به گفته این میزان به صورت کامل به خزانه کشور واریز می شود و ریالی از آن به صورت مستقیم به پلیس نمی رسد. به گفته وی از این میزان 60 درصد به وزارت راه و شهرسازی، 20 درصد برای صندوق خسارت بدنی 5 درصد برای فرهنگ سازی و 15 درصد به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد. اما آخرین خبر این که مجید موحدی خواستگار اسیدپاش به صورت آمنه بهرامی آزاد شد. شیرین بهرامی خواهر آمنه بهرامی با تایید خبر آزادی وی به خبرگزاری تصنیم گفته این فرد با وجود تبعید و حبسی که برایش تعیین کرده بودند آزاد شده است به گفته آمنه که در خارج از کشور است به ایران باز می گردد تا موضوع را پیگیری کند و مجددا شکایت کند چرا که حق در حق امنه اچاف شد مجید موحدی در آبان ماه سال 83 پس از پاسخ رد آمنه برای ازدواج با او به صورت آمنه اسید پاشید که منجر به نابینا شدن و سوختن بخش زیادی از صورت و بدن وی شد. آقای موحدی به قصاص و ریخته شدن اسید در چشمانش ده سال حبس و چهار, چهار سال و نیم تبعید و پرداخت دیه محکوم شد. آمنه بهرامی که تا آخرین لحظات برای قصاص چشمان مجید پافشاری میکرد دقایقی پیش از ریختن اسید به چشمان وی از اجرای حکم قصاص وی چشم پوشی کرد اما گفت دیه خود را نمی بخشد. شیرین بهرامی درباره آخرین وضعیت خواهرش گفت عمل آمنه به دلیل عدم همکاری سفارت جمهوری اسلامی در اسپانیا انجام نشد و در مکرر آمنه برای کمک بی پاسخ ماند. این بود مجموعه خبرها و گزارش های امروز ما. با سپاس از شما که با این بخش خبری همراه بودید. همراه با همکارانم در گروه خبر شب روز خوبی را برای شما آرزو می‌کنم.